تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آغاز جزء چهارم سر سفره قرآن، آیه رو میشنویم. هر آیه بین 3 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا تفسیر میکنه. اما آیه رو با هم بشنویم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هرگز به نیکی دست پیدا نمی کنید، به نیکی نمی رسید مگر اون چه انفاق کنید، هر چه دوست دارید، از اون چه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید و بدونید که ما تنفقون من شیئن، هر چه را در راه خدا انفاق کنید خدا به اون آگاهه. کلمه بر، لن تنالوا البر، کلمه بر به معنای خیر و برکت گسترده به زمینی که برای کشاورزی و زراعت و سکونت آماده شده، آماده سازی شده، سو مهیا شده بر میگن. به گندم هم چون نفع اون میداره بر میگن. خب با توجه به معنای لغوی بر که معنای خیره، در قرآن میفرماد که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی در این که شما ایور صورتتون ایور کنید، اوور کنید، ایور نماز بخونید، اوور نماز بخونید، چون وقتی قبله عوض شد همش سخن روزی بود که قبله اول بیت المقدس بود، حالا قبله کعبه شده. هر جا صحبت بود بحث از قبله بود. قرآن برای که بفرمود که بابا بس کنید حرفا رو، فرمود لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی در این نیست که حالا تا یه زمان ایور نماز بخونید، حالا ایور خدا تعالی فرموده این ور به این دلیل، حالا فرمود به اون ور به اون دلیل. مثل بلا تشبیه پزشکی که نسخش عوض میکنه، میگه فعلا تا 3 روز این رقمی قرص رو مصرف کن، بیا معاینه میکنم بعد نسخه عوض میکنم. معلم میگه امروز تو این کلاس این استاد، فردا میگه کلاس دیگه استاد دیگه، این مهم نیست. ولکن البر من آمنه، بر ایمانه، ولکن البر من آمنه یعنی بر نیکی ایمانه. بعد میگه تعاونوا علی البر یعنی تعاونوا علی ایمان، یک کار کنید که ایمان افراد زیاد بشه. بر وفای به عهده، اگر کسی قول داده به فلان شخص که چک رو بپرداخت کنه، پولش رو پرداخت کنه و الان نمیتونه، کمکش کنید پولش بدید که بتونه چک شو رد کنه. بر چیه؟ بر ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، بر ایمان به قیامت، ایمان به ملائکه و کتب آسمانی و انبیا واست. بر اینه که انسان از مالش به فامیلا بده، به یتیم ها و مساکین و در راه مانده ها و فقرا و بر آزادی برده ها و بر اقامه نمازه. قرآن میگه ده سوره بقره آیه 377 بر رو معنا میکنه. لن تنالوا البر، بر چه؟ بر این هاست. بر صبر در سختی هاست، بر مقاومت در جبهه هاست. حالا این آیه میفرماد چی؟ یا این فرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمیرسید مگه که هرچه دوست داری بده. این کلمه لن یعنی هرگز، نگفته لا تنالو، فهمده لن تنالو. لا تنالو یعنی نمیرسید، لن تنالو یعنی هرگز نمیرسید. این طور نیست که اگر شما به فلان مدرک برسید بررسیدی. بعضی ها مثلا تمام وجودشون اینه که مثلا در کنکور قبول شن، در تعلیم رانندگی قبول شن، مسکنشون از اجاره نشینی تبدیل بشه به مسکن شخصی. البته اینها نعمته، دانشگاه نعمته، خونه شخصی نعمته، ماشین، تلفن، آبرو، اولاد، همسر، همه نعمته. اما قرآن میگه که بالاتر از اینا فکر کن. چقدر دل کندی از دنیا،
چقدر دل کنده از دنیا. افرادی هستن یه رساله تحقیقاتی پایان نامه دارن اما حاضر نیستن یک صفحه این پایان نامه رو به رفیقش بگه. شاعری شعری داره یا مداحی شعری داره یا واعظی منبری یا مطلبی داره، حاضر نیست کتابشو در اختیار کسی دیگه بذاره. رفته جنس خریده، جنس ارزون، حاضر نیست که بگه فلان مغازه این جنسو ارزوتر میده، جنس هم خوبه، تو هم برو بگیم. میگه به من چه، بذار من ارزو خریدم زرنگی من بود، بذار مردم من گرو بخرن. یعنی حاضر نیست یه آدرس یک سیب زمینی فروشو به همسایش بده. خب اینا هیچ وقت به بر نمیرسن. افرادی هستن رو در زندگی بسیار ساده هستن اما به بر رسیدن. افرادی هستن زندگی بسیار اشرافی، تحصیلات بسیار والا دارن اما به بر نرسیدن، چون دل نمیکنن، چون دل نمیکنن. بر دل کندنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرچی داری، هرچی دوست داری دل بکن، والا این لباس میدی چون تنگه، رنگشو نمیپسندی، که بر نیست که. دادن جنس هایی که تو خونه هست که مدشو نپسندیدیم، رنگشو نپسندیدیم، این که هنر نه. چیشی رو دوست داری؟ اونی که دوست داری بده. شهدا به بر رسیدن چون جونشون رو دادن. انسان جونشو از هر چیزی بیشتر دوست داره، جونشون در راه هدف مقدس دادن، اینا به نیکی رسیدن. ابو طلحه انصاری یه باقی داشت، خیلی درخت خرما در مدینه داشت و باغ برش محبوب ترین اموالش بود. این باغ رو برو مسجد بود و آب زلالی داشت و گاهی هم پیغمبر تو باغش میرفت و از اون آب میل میکرد. درآمد زیادی داشت و مردم مدینه هی تو گفتگوها هم میگفتن باغ فلانی، باغ فلانی. خب وقتی آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نمیرسید، میگه که هرچی دوست دارید بدید. گفت من خود باغمو دوست دارم. آمد طلب پیغمبر، گفت من کل باغم میخوام در راه خدا بدم. فرمود عجب معامله میکنی، خب خوب کار کردی، ولی باغ اول بده به فقرا که تو فامیلت هستن. اول فامیل. لا صدقه تبع رحم محتاج. حدیث داریم اگر فامیلات فقیر هستن جای دیگه پول خرج میکنی خیلی ارزش نداره. لا صدقه تبع رحم محتاج. اگر فامیلات ذو رحم محتاج هستن این به اونها برسه. مهمان وارد بر ابیذر شد. ابیذر گفت من چون گرفتارم نمیتونم، خودتون من دو تا شتر دارم، برید یکشو ذبح کنید، نهر کنید، گوشتشو کباب کنید، آب گوش کنید بخورید. خودش رفت دنبال مأموریت و کاری که داشت. وقتی آمد دید شتر لاغر رو گشتن، پرسید چرا اون شتر لاغر رو گشت؟ گفتن آخه شتر چاق گشت برای خودت. فرمود نه، کاش شتر چاق میکشتید، چون قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر میخواید به نیکی برسید هرچی دوست دارید بدید. شتر چاق محبوب تره، اونی که محبوب من بود باید اونو ذبح کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسیری که میره خانه داماد شب عروسی، فقیر رو میبینه، میبینه اون چیزی که دوست داره پیرن عروسیه. گفت پیرن عروسیم بدم به فقیر. این نمونه ها رو ما داشتیم. خب عبدالله ابن جعفر ظاهرن همونی که شوهر حضرت زینبه، یک برده سیاهی رو دید که غلامی که در باغی داره کار میکنه. وقتی غذا رسید یه سگی وارد باغ شد، راست غلام نشست. غلام یه لقمه داد به سگه، باز دید سگه نگاه میکنه، هی یه لقمه عوضی که خودش بخوره داد به سگه. عبدالله ابن جعفر به غلامه گفت میگه خودت سهم نداری؟ گفت نه دیگه، سهم من همه بود. گفت چرا دادی به سگ؟ گفت دیدم از راه دور اومده و هی نگاه میکنه. گفتم حالا ما یه رو غذا نخوریم، سگ سیرشه. خیلی خوشش آمد از این مردانگی. ببین گاهی وقتا آدم فقیره ولی مرده، گاهی وقتا سرمایه داره ولی نامرده. مردانگی کار به پول نداره. خیلی خوشش آمد از این فتوت و جوانمردی. بعد مالش هم خوب بودی عبدالله ابن جعفر. رفت باغ و خرید، غلام هم خرید، غلام آزاد که باغم به غلام بخشید. و اگر بناست که تو از دو سه سیر نون خودت این رقمی میگذاری، پس منم باید از سرمایم بگذارم. این گاهی وقتا یه خدمات کوچیک یه آدمای گمنام رهبر آدمای مشهور میشن. خب
در احادیث زید این آیه میخونیم که راه رسیدن به بر کمک به والدینه، منتها قبل از اینکه اونها درخواست کنن، گرچه اونها نیاز نداشته باشن. نذار بابات و مادر بگه پول بده، چون اولاد به باز باش بگه پول بده خجالت نمیکشه، اما پدر مادر خجالت میکشن. من یه وقتی تصمیم گرفتم اعوذ ها رو بشونم، کجاست که میگه اعوذ، پناه میبرم به تو از این خطر، از این تلخی. در یکی از اعوذ ها دیدم که در دعا دیدم خدای پناه میبرم به این که پدر و مادر باشم و پول بی فقیر بشم و کارم برسه به جایی که به بچه‌م بگم پول بده، پناه میبرم از این. فهمیدم یکی از تلخترین، این خیلی تلخه که پدر و مادر آلش میشه که به بچه‌ش بگه، ولذا حتی پدر مادر اگر وضعشون خوبه، آقازاده هایی که وضعش خوبه، گاهی یه پولی بدن زیب مادر زیب پدر، این بره. حدیث داریم، از خودم نیست. امام صادق علیه السلام در حدیث میخونیم که حدیثش هم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 357 میخونیم که راه رسیدن به بره اینه که آدم کمک به پدر مادرش کنه قبل از اون که پدر مادر حرف بزنن، حتی اگر پدر مادر بی نیاز باشن. خب امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود که از پدرم شنیدم که فرمود کسی که سال بر او بگذره و از مال خودش کم یا زیاد به ما نرسونه، خدا من روز قیامت به اون نظر نمی کند مگر که او را ببخشد. ای مفضل، این تکلیفی که خداوند آن را بر شیعیان لازم کرده، آنگاه که در کتاب خود فرمود لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کسانی که مال بدن، یعنی سهم امام را بدن، چون 1,000,000 شما 200,000 تومان مال امام زمان علیه السلامه. خب پس به هر حال تنها راه رسیدن به مقام نیکوکاران انفاق خالصانه هست، اونم انفاق از چیزی که دوستش داری. در مکتب اسلام هدف فقر زدائی نیست، رشد شما هم هست. آره فقر زدائی مثلا میگیم خیلی لبش بده بخوره یا گرسنگی نگه پیدا کنه، اسلام وقتی میگه کمک کن، مسئله گرسنگان فقط نیست، مثلا اینکه تو هم رشد کنی. ممکنه یک چیز معمولی، غذای معمولی هم بدی او سیر شه، اما تو به نیکو نرسیدی. تو اگر میخوای تو به نیکو رسی، از اون غذای لذیذ بده به فقیر. مسئله فقط پر کردن شکم نیست، پر کردن شکم فقیر یه مسئله، تو هم دل کندن تو هم یه مسئله. خب دلبستگی به دنیا باعث میشه که انسان از رسیدن به مقام بر محروم میشه. کسی که به دنیا چسبید از بر محروم میشه، لن تنالوا البر. سعادت فرد در سایه نگاه اجتماعی و کریمانه اوست. تو وقتی سعادت پیدا میکنی که به جامعه نگاه کنی، ببینی جامعه چی میخواد، از هر چی دوست داری به جامعه عطا کنی. خب اون چه تو دوست داری بده، نه اون چه فقرا دوست دارن. فقرا چون فقیرن ممکنه نون بیات از خونم خالی هم دوست داشته باشن، اما نگو خب این خوشش میاد، او خوشش میاد، یعنی کسی رو خاک نشسته یه گونی هم بشودی میگه از شما درد نکنه، نگو او راضیه. مهم رضایت و خوشحالی فقرا و بینوایان نیست، مهم اینه که تو دوست داشته باشی. تو چی دوست داری؟ هرچی تو دوست داری بده، نه هرچی او دوست داره. او به خاطر فقر ممکنه چیز ساده هم دوست داشته باشه. خب انسانی که تربیت الهی پیدا کرده دیگه اسیر مال و ثروت نیست، حاکم بر مال و ثروته. یعنی مال در دست او مثل فتیل چراغه، نه که ای در اختیار ماله. اسلام مکتب انسان دوستی است، نه مال دوستی. در انفاق افراط و تفریط هم نکنید. مما تحبون، نمیگه هر چی دوست داری همه رو یه جا بده، اون چه دوست داری بخششو بده. مما تحبون یعنی بخشش. محبت به مال در نهاد هر انسانی هست. مما تحبون، بالاخره مردان خدا هم مالو دوست دارن، منتها اون که در قرآن بده انه لحب الخیر لشدید، شدتش بده. وگرنه قرآن میگه مما تحبون، از مالی که دوست دارید پیداست مؤمنین مالو دوست دارن. دوست داشتن مال عیب نیست. انه لحب الخیر لشدید، این دوستی شدیدش بده، یعنی افراط در علاقه بده. مهم انفاق است، حتی اگر اندک باشه. و ما تنفقو من شیئا، هر چی که بدید ولو کم، خدا اون آگاهه. گاهی وقتی یه برگ زرد میفته توی حوض، برگ زردی در استخر میفته، کشتی 50 تا مورچه میشه. یعنی گاهی انفاق کم افراد زیادی رو نجات میده.
بعد میگه فن الله به علیم، خدا میدونه. حالا که خدا میدونه پس در چم و کیفش کوتاهی نکنیم، بیایید هر چی هست بهترین ها رو انفاق کنیم. خدا که میبینه، شما وقتی من پشت دوربین هستین میخوای وزنه سنگین تر رو بالا کنی، چون دارن مردم میبینن. وقتی خدا میبینه پس چرا دنبال پول خورداش میگردی؟ اگر خدا میبینه در محضر خدا هستین، پس هر چی بهتر و بیشتر بهتر. خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده، سعی صدر و سخاوت و سماحتی به ما بده که هر چی که دوست داریم، از هر چی که دوست داریم در راه رضای تو به بندگان تو انفاق کنیم. وقت انفاق هم گاهی علمه، این مطلب رو آدم بلده کسی دیگه بلد نی، طرحی رو میدونه کسی دیگه نی. هر چی داریم به دیگران هم در اختیار بذاریم، از یادداشت، از شعر، از خونه، از سالون، از پول، از وام، هر چی که در اختیار بذاریم، هر چی دوستش داریم در اختیار بذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.